خانم سوسن از کابل. آیا دعا کردن برای نامزد شدن و یا آمدن خواستگار مورد نظر جایز است؟ این دعا کردن اگر به این صورتی که امروزه یک دم بگه ما بریم تاویز کنیم به اصطلاح، یعنی از رموز سحر آمیز استفاده کنیم تا اینه که فلان پسر به ما دلگرم شود و خواستگار ما بیاید و از ما خواستگاری بکنه، استفاده از سحر در هر مسیری که باشه، در هر مقصدی که باشه، شرعا اشکال داره. اصلا خود استفاده از سحر اشکال داره. اما اگر نه سحر نیست، یک دعای مثلا میخانه به اعتقادی که این دعا تأثیر داره، حالا نفس خواندن دعا اشکال نداره، اما اینی که آیا این تأثیر خود میگذاره یا نمیگذاره دیگه اون مسئله علایده هست، ولی اشکال نداره. خانم فاطمه از تهران، آیا پرداخت نفقه والدین بالای اولاد فرض است و آیا خمس و زکات را می توانیم برای پدر و مادر خود بدهیم؟ سوال دوم، من حج واجب به گردن دارم. اکنون پول ایران پایین آمده و خرچ مرا کفایت نمی کند. لطفاً تکلیف مرا بیان نمایید. سوال سوم، من در افغانستان مبلغ 50,000 افغانی سهم امام به گردن داشتم. اکنون در ایران کسی را نمی شناسم که آن را بدهم. لطفاً رهنمایی کنید. در جواب سوال اول شما عرض کنم که بله، نفقه پدر و مادر به گردن اولاد واجبه، البته در فرض که پدر و مادر فقیر باشه و توان فراهم کردن نفقه خودشان را نداشته باشه. در این صورت اولادم فرق نمی کنه، دختر باشه یا پسر باشه، در صورتی که توانایی پرداخت نفقه را داشته باشه، باید نفقه پدر و نفقه مادرشان را پرداخت کنه. نفقه هم شامل مثل خوراک، پوشاک، مصارف تداوی، مصارف مسکن و امثال اینها هست، اما مصارف ضروری که پدر و مادر نیاز داره. خمس و زکات را نمیشه که به پدر و مادر پرداخت بکنیم، چون پدر و مادر جزو کسایی هست که نفقهشان واجبه. بنابراین کسی نمیتونه به پدر فقیر خود زکات را پرداخت بکنه و یا یک سید نمیتونه که به پدر فقیر خود سهم سادات و یا خمس را پرداخت بکنه. جواب سوال دوم شما اینه که حج به گردن شما هست، حج به گردن شما باقیه و ذمه شما مشغوله. اگر او زمان فرصت فراهم بوده که باید حج را انجام میدادین، حالا که حج را انجام ندادین، گرچه خوب ارزش پول پایین آمده، ولی در عین حال حج به ذمه شما هست. از هر راهی که ممکنه برای شما و می توانین از راه حلال پول به دست بیارین و حج را انجام دهین. این هم جواب سوال دوم شما. جواب سوال سوم شما اینه که شما به مرجعی که یعنی مرجع تقلید علم که مصالح مسلمین را تشخیص بتانه، به یک از دفاترش مراجعه بکنید و سهم امام و یا خمسی که در ذمه دارید به اونها پرداخت بکنین. انشاءالله که ذمه شما بری خواهد شد. مسئله خیلی مشکل نیست، در اونجا هایی که شما هستین شاید دفاتر زیادی وجود داشته باشه و زمینه ای باشه که شما به او دفاتر مراجعه بکنید و سهم خمس خود را پرداخت بکنید. خانم حلیمه از کابل، برادرم یک دانه نگین عقیق قاب شده نقره‌ای را از کوچه پیدا کرده است. من آن را برای خود برداشتم. آیا استفاده از آن برایم جایز است؟ اگر این عقیقی را که برادر شما پیدا کرده علایم و نشانه داره، یعنی به قسمی است که از اون نشانه ها شما می توانید صاحبشان را پیدا کنید و از لحاظ ارزش و قیمت هم بیش از یک درهم ارزش داره. ارزش درهم و وزن یک درهم به اندازه 2.419 گرام هست، یعنی یک درهم از لحاظ وزنی
2.419 گرام میآید. خب اگر اینمی نقره ایره که شما برادر شما پیدا کرده و نشانه داره، اگر قیمتش به اندازه امی 2.419 گرام نقره اگر ارزش داشته باشه، در بازار 2.419 گرام نقره چی قیمت داره؟ اگر ای عقیق پیدا شده به ما اندازه ارزش داره و نشانه داره، در این صورت وظیفه ای است که باید او یک سال تعریف شود. اگر یک سال تعریف شد و اعلان شد، صاحبشان پیدا شد که خب برای صاحبشان داده میشه. اگر صاحبش پیدا نشد، در او صورت یا با اذن حاکم شهر او را تصدق بکنه، یا اینه که او را برای صاحبشان محافظ نگه داره، یعنی حفظ بکنه تا اینه که یک وقت شاید صاحبشان پیدا شد و برایشان بیته. اما اگر این عقیق پیدا شده امی مقدار ارزش نداره، یعنی به اندازه قیمتی 2.419 گرام نقره ارزش نداره، یا اگر به این اندازه ارزش داره نشانه و علایم نداره، هیچ مشخصه در این نیست که از او طریق شما صاحبشان رو پیدا بکنید، در این صورت نه اشکال نداره، شما می توانید که به قصد تملک رو بگیرید. حالا اگر شما فقیر هستید، او برادر شما می تواند که به عنوان رد مظالم از طرف امو صاحبش برای شما صدقه بیته اگر فقیر هستید. اگر فقیر نباشه نیستید، دیگه ای را نمیتوانید که بگیرید. سید رضا از دایکندی: میخواهم برای کسی قرآن کریم ختم کنم، آیا ذکر نام شخص و نام پدرش نیز لازم است؟ خدمت شما عرض کنم که ذکر نام شخص مهم نیست، اونو کسی را که شما در نیت دارید و به نیابت او کس ختم قرآن بکنین و یا قرآن را وقتی ختم میکنین ثواب تلاوت قرآن را به روح او هدیه بکنین کفایت میکنه. اگر نامش را ذکر بکنین هم کاری درست است، یعنی مشکل نیست، منتها لازم نیه که حتما نام شخص ذکر شود. حتی در عبادات نیابتی هم همین قسمیه، لازم نیه که نام اون شخصی که انسان به نیابت او روزه میگیره، به نیابت او نماز میخونه ذکر شود، بلکه به قصد اونمو شخص اگر عمل را انجام بده، به قصد نیابت اون شخص اگر عمل را انجام بده کفایت میکنه. نصیر احمد از کابل: من 15 سال پیش از یکی از دوستانم در ایران پول قرض گرفتم، اما تا حال پولش را ندادم. اکنون خودم در افغانستان هستم ولی از دوستم اطلاع ندارم. لطفاً بگویید اکنون وظیفه من چیست؟ شما فعلا یک تفحص جستجوی بکنید، خود اون شخصی را که ازشان پول گرفتید ممکنه پیدا بکنید، یا از اگر او فوت کرده وارثینشان است، قوم و اقاربش، از او طریق اگر خود او را پیدا کردید چه بهتر که این پولهایی را که از او قرض گرفتید با خودشان بر بگردانید. اما اگر به قسمی است که دیگه شما ناامید هستید که خود او را هم پیدا نمی توانید و وارثینشان، قوم و اقارب و فامیلشان هم نمی توانید که چیه پیدا بکنید، در این صورت از طرف او باید این پولها را به یک فقیر رد مظالم بدهید.